سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بر DLP هستم، خوش اومدید به گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی کاردیلر. از این بازی هم این چند تا گیم پلی قبلی که گذاشتم، خیلی قبلتر گیم پلی گذاشتم ولی با کیفیت های پایین. تمام بازی هایی که به نظرم حیف شدم با اون کیفیت گیم پلی هاشون رو گذاشتم و میخوام دوباره گیم پلی هاشون رو بذارم و اگه شما دوست داشته باشید ادامهشون بدین. بچه ها خواهشن یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید. من توی تمام ویدیوها دارم میگم ولی بازم تعداد لایک های ویدیوها خیلی خیلی پایینه و اصلا جالب نیست این مسئله. اگه از این سبک ویدیو هم خوشتون میاد حتما کانال هم سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم زیر همین پست توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم تو یوتیوب منتشر کنم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. یه چیزی هم بگم به بچه‌هایی که تازه وارد کانال شدن و دلشون میخواد که کانال سابسکرایب داشته باشن، بچه‌ها حتما اول یه دونه کامنت بذارید بعد کانال رو سابسکرایب کنید که سابتون نپره، چون یوتیوب تقریبا 90% سابای ایرانی رو میپرونه. بریم ببینیم چه اتفاقایی میفته تو این بازی با کیفیت اولترا. خب این بازی رو من توی این سیستم هم تا حالا بازی نکردم، برای همین اصلا لودگیم رو نداریم. از همون نیو گیمش میریم یه نمایشگاه ماشین خفن درست کنیم با هم دیگه. اسم نمایشگاهمون هم میذاریم LP کارز. یه فاصله هم وسطشون بذارم فکر کنم بد نباشه. خب بازم برگشتیم به گیم خیلی باحال از همون شرکتی که بازی استریمر لایف سیمولیتور و اینترنت کافی سیمولیتور رو ساخته بود. اینم مال همون شرکت و خیلی گیم باحالیه. اول ویدیو هم گفتم خیلی وقت پیشم ازش گیم پلی گذاشتم ولی کیفیتش اصلا جالب نبوده و خودم اصلا حال نمیکنم باهاشون. گفتم تمام این بازی‌ها رو بیام دوباره از اول بریم که با کیفیت اولترا فوق العاده خفن بازی کنیم و گیم پلی‌هاشو بریم. هر کدوم از این بازی‌ها گیم پلیاشو دارم میذارم هم اگه دوست داشتید که ادامهش بدم حتما حتما توی کامنت ها برام بنویسید 100% تا آخر اون بازی رو گیم پلی میذاریم. خب یه سر اول بریم توی نمایشگاه ماشینمون رو چند تا چیز باحال واسش درست کنیم. اول از همه باید یه جایی درست کنیم که ماشین بتونیم روش بذاریم و بفروشیم. الان اینو گذاشتم اینجا. یه دونه ماشین هم انتخاب میکنیم، ترجیحاً ارزون قیمت ولی حالا خیلی هم اشغال نباشه. اگه این 10000 دلاری رو بخرم میتونم یه جای دیگه هم درست کنم که بعدن که هزار پول گیرمون اومد یه ماشین دیگه بذاریم روش، ولی اگه اینو بخرم دیگه نمیتونم اون کارو بکنم. یه مسئله ای که هست تو این بازی اینو خیلی سخت میخرن. حالا من یه دونه اینو میخرم، 10000 دلار خریدمش، میذارم 12000 دلار برای فروش. الان میاد اینجا ظاهر میشه و میتونیم با اسکرول موس بچرخونیمش تو هر زاویه‌ای که دلمون میخواد بذاریم، باشه که مشتریا بیان ببینن دیگه. حالا من اینا رو گذاشتم ته نمایشگاه، میتونستم از اون جلو شروع کنم که مشتری تا که میاد تو مخشو بزنم بخره سری. حالا اشکالی هم نداره، اول از همینجا شروع میکنیم. هنوز نمایشگاهم باز کردم، باید نمایشگارم باز کنم. اینجا با بی میریم توی تبلت، اینو این بغل داره به من میگه، منم فهمیدم ولی نمیدونم چرا نمیره کنار. گالری رو باز میکنیم که مشتری بیاد تو دیگه. حالا تا میاد مشتری بیاد و ببینه و چونه بزنه و بخره و اینا، ما یه چرخم بیرون بزنیم ببینیم چه خبره. اینا چرا بعضیاشون فریک میزنن یه دفعه همینجوری وای میسن؟ چی دیدی داداش ترسیدی اینجوری وسط راه؟ خب الان یه ذره میریم سمت این اسقاطی فروشیه. اینجا سری ماشینای درب و داغون داره که مفت میفروشه ولی فکر کنم بعد یه کارهایی روشو انجام بدیم و خودمون درستشون بکنیم. الان که من هیچی پول ندارم، فقط میخوام ببینم که چی داره یارو. چطوری جانک من؟ بابا تو خیلی لاشخوری، اصلا استیلش معلومه که فقط میخواد بکنه تو پاچه ملت یه چیزی. بذار ببینیم چیا داره. ماشینو ببین، عجب چیزی داره. پول دادم من بهش؟ این که 1,000,000 دلار پولش داداش، اشتباه گرفتی، من این پولا ندارم اصلا. 1,000,000 دلار میخوای ماشین بکنی تو پاچه من؟ پف یوز، چی فکر کردی؟ من خودم تازه کارامو شروع کردم اسکول، بیکاری میام تو ماشین بخرم. با اینکه معاملمون نشد نتونستیم هیچ کاری بکنیم، میریم همون نمایشگاه خودمون یه ماشین دیگه بذاریم اونجا. یه دونه اتوریبای هم داره که ماشینو که میفروشه خودش میخره میذاره سر جاش. حالا من یه دونه دیگه میذارم خودم، بعدن تیک اتوریبای رو میزنم. خوابشم گرفته این، باید ببرم بخوابونمش. یه دونه دیگه اینو میخرم من، همون 12000 تا میذارم. یه کار دیگه هم باید میکردم که الان انجام ندادم، اون تیک رو یادم رفت بزنم دیگه. حالا اشکالی نداره، ما میریم چرت میزنیم نمایشگاه شبانه روزی بازه دیگه. مشتری اگه بیاد خوشش بیاد خودش میخره، میره پولش هم اونجا کارت میکشن دیگه. اینا فرهنگ دارن، اگه صاحب مغازمون تو نباشه یارو کارتو میکشه میره. من چرت میزنم فعلا، فردا صبح با انرژی میرم سر کار. شب بخیر. خوبه دیگه، 2000 دلار امروز کاسب شدی، تخت بگی بخواب. آشولنده هور کار داریم دیگه امروز. تو هر کدوم از بازیایی که این شرکت ساخته کاراکترش یه دونه نیاز داره. تو اون اینترنت کافه سیمولیتور فقط گرسنه‌ش میشه، تو استریمر لایف سیمولیتور تمام
نیازهای انسان واقعی رو داشت، اون یکی هم فقط خوابش میگیره خدا رو شکر. حالا باز خوابیدنه به نظرم بهتره، مثل اینکه ما رفتیم خوابیدیم کسی هم دیگه راه ندادن بیاد توی نمایشگاه. حالا بعدن کلی کار خفن میشه کرد توی نمایشگاه، ماشینای خیلی خفن و باحال میشه گذاشت و فروخت، بادیگارد میشه گذاشتم درش و کلی چیز خفن دیگه. حالا من فعلا فقط این یه تیکه رو دارم، هنوز این قسمت واسم باز نشده و دو طبقه است، بالا هم نمیتونم برم. اینجا هم به قیمت 150,000 دلار باید بخرم. خب اینم گذاشتیم فعلا که مشتری نداره، من چرخ دیگه بزنم. یه چیز دیگه تو مپ این بازی هست که من نمیدونم دقیقاً اونجا چه خبره، یه نگاهم اونجا بندازیم ببینیم چی کار میشه کرد. بودو ببینم چقدرم مپ شلوغه، ماشاءالله چقدر آدم اینجا هستش. شما راجع به چی دارید صحبت میکنید؟ من احساس میکنم که شما یه خلافی میخواید بکنید، الان دارید ادا اصول در میارید. بیناموسو چرا لباس نپوشیدی؟ این چه وضع بیرون اومدن آخه؟ تو جلو خوار مادر خودت هم اینجوری میگردی آشغال؟ خب اینجا که نمیشد کاری بکنی، اینجا هم که فکر کنم نمیشه کاری کرد، اتفاق خاصی نمیفته اصلا. اینجا دو مدل دستشویی زنونه و مردونه داریم که توشون نمیشه رفت و ببینم دیگه چه خبره. این ته یه چیزی هست، این داداشمون میخواد سر ما یه کلاه بزرگ بذاره، ولی ما یه بار تست میکنیم ببینیم چی کار میخواد بکنه. یه شرطیو میبندی، من هنوز اصلا نمیدونم بازی چیه، هیچ کسی توضیح نداد به ما که اصلا چه بازی میخواد بکنه، ولی سر 1,000 دلار ندید با شرط میبنده. بازی فکر کنم های و لوه، من هایر رو میزنم ببینم چی میشه. اوکی بردم و سری میزو ترک میکنم میرم که قشنگ کونش بسوزه دیگه. وای نسی اینجا سر ملت کلا بذاری یا ببین یه دفعه یکی میاد پولاتو میگیره ازت دیگه، هم باید بازی نمیکنم که دهنت سرویس شه. خب 1,000 دلار هم از این پوفیوز گرفتیم رفتیم، چرا هیچکی نمیاد اون ماشینه رو بخره؟ من نمیدونم چرا توی این بازی ها کسب و کار اصلیمون هیچ وقت رونق پیدا نمیکنه، همش از کارهای جانبی من دارم پول در میارم توی این بازی ها. این ماشینه رو که هیچکی نمیاد بخره. بذار یه دونه دیگه هم من بذارم اینجا، یه ذره نزدیکتر به دم در که بعدن آدم اومد تو دیگه نخواد بیاد ته اونجا، از همینجا ماشینو ببینه بره گم شه دیگه. اینو میشه عوضش هم کرد، من اتوبایش هم روشن میکنم، قیمتش هم 12,000 تو خوبه دیگه خدایی، 2,000 دلار خیر میگیریم روش، حلال حلال. کی ماشینو با اینقدر سود میفروشه آخه که من دارم این کارو میکنم؟ واقعا ببینید من چقدر به فکر مردمم همیشه، فقط یه مش اسکل جمع شدن تو این شهر، من میخوام تمدن بیارم به شهرشون. نگاه کنید اینجا هنوز هیچکی ماشین نداره، هر چی ماشین هست و قرار من بفروشم، خیلی راحت میتونم سر همشون کلا بذارم و تا جایی که جا داره بکنم تو پاچه‌شون. یه راه مخفیایی هم این گوشموشا هست، یهو میبینیم ماینر باینر در میاد. اینجا خوراک اون یارویی که بیت ماینر میفروشه، ولی متاسفانه نیست تو این بازی، جاش خالیه واقعا، کاش بود. تو کی هستی؟ این دوزه. بیا نگاه کن ببین بالاخره من تو این بازی یه چیزی پیدا میکنم. این دوزه چی کار میکنه حالا؟ میگه میخوای منو استخدام کنی که ماشین نو رو برات 50,000 دلار بخرم؟ میگم نه من این کارا نمیکنم تو بازی، من نون حلال در میارم، من تو لوت میدم، من پدر تو رو در میارم. حالا وایسا تو میخوای بیای ماشینای خودمو بدوزی دیگه، ته تهش ماشینی اصلا اینجا نیست که بخوای بری بدوزی تو. خب فقط جاشو یادم بمونه حالا یه دفعه لازم میشه میخوام بیام پیشش. بعد 50,000 دلار کی پول داره الان اینجا 50,000 دلار تو خرید کنه؟ اسکل ایشکی چی پول نداره، تو اومدی کاسبی کنی اینجا؟ میخوام از راه حلال پول در بیارم و کاسبی کنم. نمیدونم چرا ایشکی فقط نمیاد تو، نکنه بسس امروز؟ آره دیگه انگار میخوابی بیدار میشی دوباره باید باز کنی. بذار حالا ما یه نگاه دیگه تو این آیپد بندازیم ببینیم دیگه چی هست. دانکیدین چیه؟ میتونیم توش بادیگارد استخدام کنیم، ولی اصلا فعلا اینجا نیازی به بادیگارد نداره. فریلنسر میتونیم استخدام بکنیم یا اینکه خودمون فریلنسر بشیم. آها این میگه که من میتونم یه دونه وبسایت برات درست بکنم با 15,000 دلار توی سال، بعد از توی اون سایت هم ماشیناتو بفروشی، ولی اینم فعلا من نمیخوام. اینم یکی دیگه است، یه ذره ارزونتر میگیره. ترسیدم بابا، کی اومد ماشینو برد؟ کو ماشینو کجا بردی؟ چند خریدی؟ همون 12,000 دلار خریده دیگه. چرا نیومد ماشینه؟ بذار این دفعه ماشینو میذارم اینور. 12,500 تا خریدم، 12,000 تا بفروشم بچه شدی. اینو میذارم 15,000 تا، یکم سودش بیشتر باشه دیگه حداقل. روتیتش هم میکنم به این سمت و خوشگل میذارم جلو در نمایشگاه. خب یه دفعه دیگه ما باید بریم بخوابیم پاشیم بیام که این ارزنه وسط بازی. این همه هم انرژی داره هنوز، من نمیدونم چرا این خمیازه میکشه. کلا کاراکترهای گیمایی که این شرکت میسازه همشون لشن، یا گشنن یا خوابالو، یا آدم نرمال نمیتونه درست کنه هیچ وقت. خب یه ذره اینجا منتظر میمونیم ببینیم کسی میاد این ماشینه رو بکنیم تو پاچش یا نه. نمیدونم چرا خوابیدم بیدار شدم پولم شد 2500 تا. یه دفعه این گیمشون هنوز خیلی
خیلی باگ زیاد داره، انگار هنوز کامل نیستش، اصلا دمو بازیه، ولی خب خیلی باحاله، اینو باید درستش کنن. حتما به شرکتشون من ایمیل میزنم میگم که این بازی رو درست کنن، چون خیلی باگ زیاد داره. هیچ کدوم از بازی‌ها تا حالا همچین اتفاقی توش نیفتاده. خب خانم تشریف بیار ببین چی گذاشتم. یه ماشین گذاشتم اینجا توی نمایشگاه مخصوص خودتون، دقیقاً قشنگ مناسبه خانومی که صبحا میخواد بره سر کار جواب برگرده. رنگ مناسب با لباسایی که تنتونه، قیمت کاملا مناسب و ارزون، مبارکتون باشه. آخیش خدا رو شکر خوب رفت و پاچش اینا، خوشم اومد. خب یه دونه دیگه هم از اینا بذاریم اینجا، مثلا اینکه اینو خوب میخره. 12500 تا اس من گذاشتم، 15000 تا، 2500 تا دارم روش سود میگیرم دیگه، مفت مفت. حالا میکنمش 15500 تا ببینم بازم میخرن یا نه، که سوده بشه 3000 تا دیگه. انصافا حق من هست که روی ماشین 3000 تا سود بگیرم. یه اتفاق عجیب دیگه ای که افتاد، اون یکی جای ماشینی که اینجا گذاشته بودم رفته، نمیدونم چرا، ولی اصلا مهم نیست چون اصلا اونجا جاش خوب نبود. میخوام یکی بذارم این طرف، ولی خب دیگه پول نداریم که ماشین بذاریم توش، پولم صفر صفره. بدوید بیاید بخرید که ماشین آوردم 0 کیلومتر زیر قیمت بازار، یعنی هیچ جا شما با این قیمت ماشین با این کیفیت پیدا نمیکنه. یه خانم کارمند دیگه اومد ماشینو بخره، مثل اینکه این ماشینه باب میل خانمای کارمنده. خانم ببینید این ماشین یه گلگیرش رنگ، لاستیکاشو تازه عوض کردیم، باتریش نو نو. بابا وایسا بیشور، دارم باهات حرف میزنم حیوان، تو اصلا تیپت به این ماشینا نمیخوره، تو باید با موتور بری اینور اونور. اسکول ماشین به این خوشگلی رو نخرید، تر و تمیز نگاه، ماشین صفر صفر، اصلا تکون نخورده، رو کفی هم اومده تا نمایشگاه، نمیدونم دنبال چی میگشت از این بهتر. آقا شما هم تشریف بیارید که دیگه تو پاچه تو رو بکنم دیگه، قطعا نکنه 15500 تا رو بالا گذاشتم هیچکس نخره، این بهش میخوره یکم پول و پله بیشتر داشته باشه. آقا این به درد خانومت میخوره، به درد خودت زیاد نمیخوره. اسکول احمق بیشور، خاک تو سرت کنن، تو هم باید با دروشیه بری این برام، اصلا تیپت به ماشین نمیخورد تو. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که بازم از این بازی گیم پلی بذارم، حتما از من توی کامنت ها برام بنویسید، تمام کامنت هاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم. لطفا ویدیو رو لایک بکنید، با لایک کردن ویدیو خیلی حمایت بزرگی از من میکنید. من نمیدونم چرا ویوام نسبت به سابسکرایبرایی که دارم بد نیست، اوکیه، ولی لایکم خیلی پایینه. یه ثانیه وقت بذارید و لایک رو حتما بزنید. اگه هم جدیدن وارد کانال من شدید و میخواید کانال رو سابسکرایب کنید، حتما اول یه دونه کامنت بذارید بعد کانال رو سابسکرایب کنید که سابسکرایبتون نپره. این خیلی نکته مهمیه و به یوتیوبرهای ایرانی خیلی میتونید کمک کنید با این کارا. اگه این بازی مشکلی نداشته باشه و باگ خیلی زیاد نداشته باشه و شما دوست داشته باشید، بازم ازش گیم پلی میذارم. کامنت جالبی هم اگه زیر پست قبلی گذاشته باشید، حتما آخر ویدیو نشون میدم. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.